آموزش سلام در خواب عزیز سلام کمپیوتر با تو هم سلام کمپیوتر خودت در مورد حق چیزی میدانی؟ حق به چند معنا به کار می رود اما مهمترینش به معنای اختیار است ارتباط حق با برنامه چیست؟ ای برنامه در مورد حق فراگیری حرفه برای خانم هاست است. پس هر خانم اختیار دارد که حرفه یاد بگیرد تو درست میگی کمپیوتر ولی کسانی هم هستند که هنوز این اختیار را ندارند چطور کمی از گپ های دختر خانم را بشنو به من اجازه می دادن که می رفتم یک چیز را یاد می گرفتم امروز دستم بند نمی شد به کسی اتیاج نمی شد. تعداد از انسان ها حق همدیگر را رعایت نمی کنند بله با خودت موافق هستم که همه ای مردم اینطور نیستن این بخش از گپ های دختر خانم را هم بشنو سی جور لباس پنجابی بدوزم یا دو یا امی یکونیم سد بگیرم از او سی یا امو چار افغانی میشه من هم در مورد یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده پنبه و تار معلومات می میکنم ای خانم توانسته حرفه خیاطی را فرا بگیره جزئیات گپهایش را در لابلای برنامه میشنویم در بخش پایانی هم قصه خانمی را داریم که پس از فوت شوهرش سختی های زیادی را در زندگی کشیده الله متعال انسانها را آزاد و خودمختار خلق کرده است انتخاب عرفه حق هر انسان است البته باید مطابق استعداد و علاقه و نیاز جامعه باشه. زنان هم که نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می دهند، می توانند نظر به توانایی و فرصتی که در زندگی دارند، مهارت و یا یک کار را یاد بگیرند و از این طریق آیدی به دست بیارند. داشتن آید برای زنان و دختران واعث کمک و اقتصاد خانواده می شه. اما گاهن زنان و دختران نمی توانند که حرفه مورد علاقه خود را فرا بگیرند. در این مورد به های یک دختر خانم گوش بدهید اسم مهدی است باشنده ای کابل نه من دوزی را یاد دارم نه کالا دوزی را یاد دارم هیچ کار را یاد ندارم بخاطر که مرا اجازه نمی دادن که حرفه را یاد بگیرم فکر می کردم. کاش به من اجازه می دادن که می رفتم. یک چیز را یاد می گرفتم امروز دستم بند نمی شد به کسی اتیاج نمی شد بعد قل می تنستم فیس کنم و چیزای دیگه که خانه لازم می برای همون کسی که به ما اجازه نمیدادک به همون میگم که اگر تو به ما اجازه میدادی برای میموندی که ما اگر فرا یاد میگرفتم امروز دستم به شما بند نمیشد و میتونستم خودم مشکل محل کنم کمپیوتر در مورد یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده پنبه معلوماتت پوره شد قسمت از معلومات تکمیل شده است کم صبر کنید درست است من هم با شنونده ها ادامه برنامه را دنبال می کنیم شنونده عزیز گپ های سعیده از شهر کابل را می که نتوانسته بود حرفه و یا مسلک مورد نظر خود را فرا بگیرد البته او در بخش های دیگری از گپ های خود برای همکارانمان گفته است که انوز هم در آرزوی این است تا بتواند یک روزی حرفه چرمدوزی را یاد بگیرد تجربه نشان داده است که همکاری اعضای خانواده با دختران و زنان می تواند زمینه فراگیری حرفه و به دست آوردن درآمد را برای زنان و خانواده هایشان مساعد بسازد در این مورد همکارمان سمیرا حلیمسی با یک دختر خانمی گفتگو کرده که با هم مشنویم شنوانده های عزیز، ما به یکی از مناطق به نام خواجه جم آمدیم و در اینجا یک دختر خانم در داخل خانه خود مصروف کاروبار هستند ای که چی کاروبار میکنن ما میخوایم بروم و از اینا در مورد کارشان بپرسم میشه خود به ما معرفی بکنی و یک کم در مورد کارتان ببین سلام بر شما، نامم یلده من تهتی میکنم و... به از اینکه من خیاطی میکنم دخترا هست که برای مهارت خیاطی جمعی دست بهشون میتم یاد میگیرن و هر هفته از اونا یک امتحان میگیرم که دو امتحان دخترای که زیادتر کوشش میکنن و یاد میگیرن اما لباسی که برای من سفارش میتن اونها رو سر از اونها میدوزم باز از همین طریق میفهمم که اونها پیش رفتن و یاد گرفتن اگه اونها صحیح یاد گرفته باشن اما لباس که خودشان میدوزن پیسی از اونا را با خودشان میتم که تشویق شون و خودشان کوشش کنند یا مولدو از این برم قصه بکو مدت میشه خودت یه فی خیاطی را یاد گرفتی؟ دو سال میشه که حرفی خیاطی را یاد گرفتیم و زیاد به سختی بود اینجا امکاناتش نبود اما بازم به با کوشش خود من می خیاطی خود یاد گرفتم و حالا به امی کسانی که اینجا میخواین امی خیاطی یاد بگیرن ما امروزشان زیاد کوشش میکنم که چیزی را که ما یاد گرفتیم بر یاد بتم زمانی که خودت خواستی حرفی خیاطی را یاد بگیری ده خانه بر کی گفتی امروزی کی مشوره کردی وقتی که می میخواستم به یه حق خود برسم از پدر خود زیاد خواستم و امروزی مشوره کردم و من که من حق دارم میخوایم که حرف را یاد بگیرم و خوب بود پدر جانم دمی ارسم روی من زیاد کمک کرد و کوشش کرد که امی چیزی را که من میخوایم به او برسم یا امی حرفی خیاطی را که ما میخواستم خوش داشتم امرای من تاخر استادگی کرد و مرا به حرفی حرفه خیاطی رساند خب یال جانم نزی برم بگو که خود تیم مهارت خیاطی را در کجا یاد گرفت یک استادم بود اونا برم گفتن که اینجا من یک کورس خیاطی دارم اگر میخوای خیاتی را یاد بگیری امونجا بیا باز من رفتم اونجا ثبت نام کردم و اونجا خیاتی را یاد گرفتم بیا در زیاتر هیچ میکنن که کورس دورست یا کسی مزاحمت میکنن خب بازم پدر جانم بود که بیا در مقنعت دادن گفتن که حق دختراست باید میرسه کوشش کنن چرا خواستی حرفی خیاتی را یاد بگیری خانه بودم میخواستم که می پیشرفت کنم و یک روز استاد ما بر ما قصه کرد که همه دخترها نیاز دارن که به یک جای برسن و باز ما به می گپای صد خود گوش گرفتم و بعد از او در کلم که حرف خیتی که من خوش دارم باید دو حرف کوشش کنم و به یک جای برسم کدام نو دختر میکنی و کدام نو لباس از زیاد تر می دوزی لباس پنجابی لباس شش تر است لباس گرد است پلیتی است هر نو لباسی که به مو دوست ما که بیای ما او را میپذیرم و برشان می دوزم سر کدامش با چن جوره می گیری نظر به سختی و آسانیش است مثلا لباس های پنجابی زیاد کار نداره اگر بدون استر باشه یک و یا دو صد. اگر استر دار باشه دو یا سی روزانه مثلا چند جور کالا را خودت میدوزی ما در روز شاید دو جور لباس بدوزم سه جور لباس بدوزم چهار جور در خود تکمه است و تار و دیگه مواد ضروریت از کجا می او رزمنده می گریم. چون اونجا یک جای هم و چون ما امرشان قرارداد کردیم بر ما به قیمت مناسب بر ما بفروش فروش و در خود رو با کار می باشید. تو مثلا ماشینالات خودت کمکت میکنه در حیات ما خودم ماشین برقی دارم که هم زیگزاگ میکنه هم اورلاک و در آینده میخوام دیگه ماشینایم هم بر خود بگیرم که امو کار ما آسان تر بسازه و همچنان این تکر خودت برشان میخری به بر مشتریات یا نه چی رقم زیاتر و خودم تکای میگیرم و فقط اونها میایم و دیزاین و قد اندامای خود بر ما میته باز ما برشان میدوزیم بازو بدل خود مشتری است که دلشان تکر خودشان میارن یا ما برشان میگیرم تو ام شده که هم خودشان آورده هم خودم گرفتیم برشون لباس های مردان میدوزی یا خیر؟ نه تا انوز لباسای لباس از اطفال دختیم اما از سنشن کلان میبشه از اون را ندختیم قبل از اینکه ای حرف را بگیری زندگی چی رقم بود؟ قبل از اینکه من حرف خیاتی را یاد بگیرم من مسارف خودم پوره کردن نمیتونستم سید خانه چیز ضرورت بود نمیتونستم را برا کنم از زمانی که این حرفه و مهارت خیاطی را خودت یاد گرفتی چقدر زندگی تا تغییر کرده؟ بعد از اینکه من گرفتم حال میتونم من مصارف خود پورا کنم و هم چیزی که در خانه ضرورت باشه او را برآورده بسازم و از وقتی که خیاطی را شروع کردیم امی باید شده که امو دلتنگی گم شده و خوشم به می خاطر هستم که امو شاگردیم ام که به درس می آیه یک چیز از من یاد بگیره و در خانه که چیزی کمی باشه و از امی پول امی خیاطی ما ضروریات خانه خدا برآورده کردم مصارف خودم میتونم پورا کنم امیر فیره که خودت یاد گرفتی آیا بکس های رضای خانواده تونم یاد دادی یا خیر؟ بله ما خود خود ما میاد دارم و به ازای فامیل خودم میاد دادیم دیگه اونام کوشش میکنن بله بکی های یاد, دادی؟ یاد دادیم با خواهرایم یاد دادیم به مادر جانم فعلا اول مادر جانم یاد نداشت بعد از اینکه ما برش یاد دادیم علی میتن خودش لباس های خود بدوزه و هم چنان برام بگو وقتی که خودت مصروف خیاطی باشی باز کارهای خانه تا چطور تنظیم میکنی که باوام رسیدگی باید بکنی البته ما خو یک تقسیم جور کردیم که نظر بازو هم صبح خستم کارهای خانه را میکنم بعد او شاگردهایم یه برزونا درس میتونم و شوانه زیادتر کار خانه رو میکنم کسانی که خودت در یادگیری حیاتی کمک کردن حالی که خودت مثلا خیاطی را یاد گرفتی چه احساس با خودت دارن کسایی که زیاد من حمایت کردن و کوشش کردن من تا اینجا برسم خصوصا پدر جانم حال مرا در وقت حیاتی میبینن و من هم کوشش خودم میکنم زیاد خوش میباشد هم از خوش میباشه که من حیاتی میکنم و هم به خاطر آید و کارم زیاد مرا تشویق میکنه و خوشی مام دمه خوشی پدر است کسانی که با خودت مخالفت میکردن یلدا جان اونال اونا چی احساس دارن نسبت به خودتان بیاد این بود که میگفتن نباید دختر به قجای دور بره و حرفه خیاتی را یاد بگیره اما حالی که میبینن ما یقدر گوشش کردیم حالی میگن نباید هیچ دختری از حق خود محروم شوه و هر چیزی را که خوش دارن یا میخواین یاد بگیره باید برسن یلدا جان خیاطی در کجا میکنی دوکان یا دکان مشخص در خیاطی میکنی نه می خود خیاطی میکنم جایی کرایه نمیتونم نیواده مشخص ندارم حدود چند نفر شاگرد داری می شاگردایم تا حدود ده نفر میرسه از شاگردات فیس میگیری یا خیر اگر میگیری ماهانه چند میگیری از هر کدومش 1.5 1.5 صد هر ماه فیس میگیرم بله وای تو گوی هم کدام شاگرد پیش خود تو آمده باشه که فیس نداشته باشه بله چند شاگرد داشتم که واسه توان و پرداختی پول نداشت باز ما زیاتم راشن کمک کردم همینجا آمدن ما ام بهشون گفتم هیچ ضرور نیست که پیسه بدین که ما هنوز چقدر آید داری خودت فیس گرفتن و هم خیاطیم اگر حساب کنم از روزانه رو نمیفهم چون حساب نکردیم اما ماهانه هنه به 10000 افغانی میرسه از این کارت خوش راضی هستی چون امی شوق بود که ما خیاتی و بسیار از کار خود راضی ام هستم خوشم هستم در قسمت از یوم بر بگیر که شما چی پلانا برای آینده تون دارین بخیر پروگرام ما به آینده ای است که یک دکانه برای امی خیاتی خود بگیرم و به از خودم دیگه شاگردام باشه که هم ما به شان یاد و دختران که امی خیاتی را یاد داره بتنند می دکان ما یاد می جای که ما برای امی جور کردیم اونجا اونا می حرفی خیتی خود پیش ببرن بیشتر مشتری هایت کی ها هستن دوستای ما هستن همسایه ما هستن خیشای ما است هر کسی که خیاطی مرا دیده و خوش کردن حال ما زیاد مشتریات دارم دی ارسد دلدا جان از خودت بسیار زیاد تشکر ببخشی که وقت تانم گرفت و بشتری منتظر است خیر از کدام گپ نیست شنوانده عزیز عمیجة. مشتری یلدا جان میخوایم که با اینا یک چند صحبت های را داشته باشیم ببینیم که چی را آوردن خاطر چی آمدن من مشتری یلدا هستم که چند بار لباس آوردیم بهترین لباس برای من دخته و از پیشن راضی هستم یک جور پنجابی آوردم که بر ما بوده زه خو خو همیشه میجا کالای تو بیارین؟ بله اول اول روز آدم اینجا میاردم بعد اینکه دیدم خیتی خوب است با هر وقت اینجا میارم برش بخاطره که من اینجا راحت هستم قدم دارم مسیح گرفته میتانه بخاطره که خانم است و من راحت اینجا آمده کم بیتر نگوی که معلوماتم تکمیل نشده تکمیل شده است هندوستان یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده پنبه در دنیا است خو چقدر تولید داره در سال؟ بیشتر از 6 میلیون تن. به نظر ما این کشور نیاز کل مردم دنیا را برطرف میکنه نه خیر. حدوداً 26 درصد نیاز کل دنیا را تنها هندوستان برطرف می کند. یعنی به اندازه یک چهارم ضرورت کل کشورهای روی زمین تشکر کمپیوتر. عزیز، در ای بخش برنامه قصه زرمینه رو میشنویم که چطور توانسته با کار و کوشش زیاد و فراگیری یک حرفه مشکلات زندگی خود را کم بسازد. نام زرمینه. زندگی بسیار سختی تیر شد. یک بچه این ده سال است یکی نو سال است. کدام یکی برم میگه که در بازار ببریش و برش خوم جوش کنم. من میگم نیه که باید یه درسانه برای یه درس خدا بخانم. خانه خراب زندگی میکردم که دیدنی دنیا بود دیدم. نو سال په پدارم بودم د خاني پدارم کوم پدارم من بيچاره زهيد بود يګيد بود کې بچي محمد ورامګريا کړ کې ما دارينه وخت مقاله پوسنال سکالګي کاله مي پښه ما چتو كن ما ورشګريا کړم کې بچي نه لي خداميره باندې صبر پيدا مې شګلګي کې مي پښه ورتام مي پښم بوشتکايته ګطي چرناز دم کې ني سي چتو کې باشي يواشتکاس پاس رفتنه شاني از دل شانهفته باز بعد از او موره می اینی تابلو را جور میکدم که از موره دوزی خودم باز زر جور میکردم کدم میکدم هم میکدم. باز اون روزم خوب میش میره علی شکر خوش هستم علی خرچ خانی ما کشیده می تنم شد گرامی ایگرامی در بخش اول به گفه های دختر خانمی گوش دادید که نتوانسته بود حرفه مورد علاقه خود را یاد بگیرد و با مشکلات اقتصادی در زندگی مواجه بود. در بخش دوم هم گپ های یلدا را شنیدید که توانسته بود با فراگیری حرفه خیاطی و به دست آوردن عاید و تنها قسمتی از خرج و مصارف زندگی خانواده را به دست بیاره. <متصفح> برنامه حاضر اطلاع در خاک را که شنیدید ما عبد جواد در محصه تعلیمی افغانستان برای تن نوشته و تهیه کرده بودم. اگر درباره برنامه تلا در خاک و یا سایر برنامه های تعلیمی ما نظر و یا پیشنهادی دارید و یا اینکه شما هم مصروف کدام کار و بار هستید و می که در مورد کارتان گزارش تهیه کنیم با شماره تلفن ص 20 24 5 1 با همکارانمان به تماس شوید پیروز باشید.